آقایون دگمه رو چسبیدن، اصل کت رفت با پولای توش. خلاص شد. در خانه اگر کس هست یک حرف بزن. خدمت یکی از آقایون مراجع بودیم، دو بودم استفاده بودیم صحبت‌های مختلفنا، ایشون فهمیدن به این که در عراق، من که خیلی نبودم نمیدونم، در عراق ایشون میفهمیدن خیلی سال نی دو سال فهمیدن قانون هستن، جز قانون کشوره که برخورد با بدحجاب و بیحجاب ممنوعه. یعنی یه زن بدحجاب بدحجاب، اونجا که من یه وقتی زمان صدام من رفتم عراق، بله بغداد اگه میرفتید الانم میگن خبر من نمیدونم، یعنی اونجا چون زمان صدام که رفتیم یه گروه بودیم و 5 6 تا مأمور صدام و اینا، خلاصه بعد اونجایی که اینا میگفتن از اون راهی که اینا میخواستن بریم، آزاد نبودیم سالا. که من یه وقتی زمان صدام من رفتم عراق، بله بغداد اگه میرفتید الانم میگن خبر من نمیدونم، یعنی اونجا چون زمان صدام که رفتیم یه گروه بودیم و 5 6 تا مأمور صدام و اینا، خلاصه بعد اونجایی که اینا میگفتن از اون راهی که اینا میخواستن بریم، آزاد نبودیم سالا. که من یه وقتی زمان صدام من رفتم عراق، بله بغداد اگه میرفتید الانم میگن خبر من نمیدونم، یعنی اونجا چون زمان صدام که رفتیم یه گروه بودیم و 5 6 تا مأمور صدام و اینا، خلاصه بعد اونجایی که اینا میگفتن از اون راهی که اینا میخواستن بریم، آزاد نبودیم سالا. رفتیم آرزم به خدمتتون که لخت عور، یعنی هیچ، یعنی کل بدن لبون بخ، میگفتن اینا مسیحیان، حالا هر جایی بودن من کارم، مثلا بغداد مسیحی نشین جا، کل پارچه‌ای که بدن این زن بود شاید یه متر نمیشد، کل بدنشون لخت. قانون در عراق ایشون میفرمود ای کسی با این جور زنی برخورد کنه، برخورد نه که بره بزنه تشا بگه خانم خجالت بکش آخه خوب نیست زشته اینجور همه پات و بدن و سنت لخته، یه چیزی سرت کن، صرف این گفتن جرم میگیرنش، آقا رو میگیرن ها، این که زن یا مرد، اینی که تذکر داده رو میگیرن از نظر قانون جرمه، میگن بدرم دینا آزادی، میخواد کسی لخت بگرده، حالا لخت لخت شده نمیدونم میزه میدن یا نه، ولانتور بگرده مثل اروپا کنن، میخوادم بره فقط یه دونه چشش بیرون باشه، آزادی. ایشون میفهمودن با این که در عراق این قانونه، یعنی کسی حق نداره اعتراض کنه ولو به زبون خوش، یعنی من الان اگر در عراق به یه خانم بگم خانم زشت آخری سر صورتو ببند مثلا اینا، این اگه داد و بیداد کنه پلیس بیاد منو میبره، میگه غلط کردی به این خانم حرف زدی، تذکر دادی، قانونشون ایشون